ببین کی ترک داده برنده اولین جایزه سوشال چنج گرمی، آقای شروین حاجی پور. دست جیغ هورا، باورم نمیشه که اصلا شروین حاجی پور ترک جدید داده. یعنی فکر کنم هیچکس باورش نمیشه بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و اون ترکی که فکر میکنم تو تاریخ ایران هیچ آهنگی انقدر نچرخیده بود و انقدر پلی نشده بود و انقدر معروف نشده بود که ترک برایه شد و حالا ترک داده به نام آشغال. حاجی ما داشتیم اصلا تعریف میکردیم چه اسمی رو ترک گذاشتی. آقا بریم ببینیم چه خبره. اگه ویدیو منو دوست دارین سابسکرایب بکنین، دکمه زنگوله رو فشار بدین و لایک یادتون نره. میتونین منو در اینستاگرام هم فالو بکنین. بریم آشغال رو با هم دیگه از شروین بشنویم. کاور فوتوش خیلی معموله، یه عکس شروینه. آقا ببینم ربط به اشکان کاگان داره؟ من چند روز پیش دیدم که درست همون بهبهه بیف پوری و شاپور که اشکان کاگان با شروین توی استودیو بودن و داشتش که کارهای استودیویی واسش انجام میداد. بذار ببینم آیا نوشته که میوزیک پرودوسرش خودشه، سانگ رایترش هم خودشه. حالا تو استودیو اشکان کاگان نواسش میکس و مستر میکرده چی کار میکرده نمیدونم، ولی اسم خودشو فقط اینجا نوشته. بریم آشغال رو با هم دیگه بشنویم. وای ذوق دارم براش. چقدر شروعش آشناست، شبیه که از آهنگای سیستم آف ا داون. البته اینو خیلی تو خیلی از آهنگا میشنوی، یعنی یه نوایی خیلی آشناییه این. من اون آشغالم که هیچ جا آشنا نداشت که سن... چی؟ من اون آشغالم؟ من اون آشغالم که هیچ جا آشنا نداشت که سند نذاشتن توی پاسکا براش که فکر کنم قراره در مورد داستان دستگیری و ایناش صحبت بکنه. همون موقعی که دستگیر شده میگه من جای آشنا نداشتم که برام تو پاسکا سند بذارن. یعنی میخواد داستان دستگیریش رو تعریف کنه. آقا دارک شد. میکنه هرچی تلاش بازم نداره رنگی هناش، من اونم که ازتون دلش خونه. چه فلوی قشنگی داشت. یه چیزی بگم، گفت من اونم که ازتون دلش خونه. مملکت ما کلن سیستمش عجیب موج سواریه در مورد همه داستانا و شهرت تو ایران واقعا چیز ترسناکیه. یعنی در حالی که در اوج شهرت هستی و همه دارن برات اکلیل میریزن، یهویی میکشنت پایین. و این اتفاقات در مورد شروین تو چند ماه اخیر خیلی شدید افتاد. یعنی همونقدر که بهش عشق دادن یهو هیت شدیدی بهش دادن، به خصوص بعد از یه سری از اظهار نظرهاش و به خصوص اظهار نظر آخرش که در مورد فلسطین بود که حالا ما نمیدونیم داستان چیه، تحت چه شرایطی بوده یا واقعا نظرش اینه هر چیزی بوده، باعث شد هیت عجیبی بهش برسه. و اصلا خیلی عجیبه این جریان موج سواری تو کشور ما. فکر کنم داره در مورد اون میگه که میگه دلم ازتون خونه. نمک ریخته شکسته نمک دونش، من اونم که هر کی که عاشقم شد یا دیوونه است یا که من اونم که گذار یا دیوونه است یا چی میشه شد یا دیوونه است یا که هر کی عاشقشه یا دیوونه است یا نمیدونم. ولی یاد اون شعر چیز میافتم، میگه هر کسی از زن خود شد یار من. من اونم که گذاشتیم یک رو کنارش. آی بچه‌مون داره درد دل میکنه، فکر کنم خیلی دلش شکسته. آها بنده خدا از هر دو طرف میخورد جایزش رو. جیل بایدن اومد توی مراسم گرمی که یک مراسم آمریکایی هست بهش داد و از این ور تحت فشار حکومت بود، از طرف دیگه مردم شروع کردن پشت دادن بهش و واقعا خیلی روزای سختی و این آدم گذرونده. بعد تازه فکر کنم بخاطر یه ترک تو زندانم بود. من اونم که گذاشتیم یک رو کنارش، نداره حتی واسه خوندن اجازه. میگه نداره حتی واسه خوندن اجازه. چقدر آهنگ پر از درد دل و غمگینیه. خب نمیدونم حالا این آهنگی هم که داده
فکر نکنم مجوز ارشاد داشته باشه. شخصی در ابعاد شهرت شروین کنسرت باید بذاره، چه میدارم میلاد و چند سانس پر کنه، ولی اجازه نداره. ولی یه چیزی میخوام بگم، اونی که میخواست اینجا بمونه اما خندیدی نه رو به حالش، من اونم که مامانو تن و نزاش که مونده هنو پای خاطره هاش که میگه اونی هم که میخواستم بمونه. خب با توجه به شرایطی که شروین داشت فکر کنم خیلی راحت میتونستش پناهنده بشه، یعنی کافی بود فقط پاش از ایران برسه به خارج، ولی داره میگه که نه، من خواستم اینجا بمونم و پای خاطره ها موندم. و تن و نزاش که مونده هنو پای خاطره هاش که اصلا یه رو همتون برین این آشغال میمونه این شهر رو بسازه. به خودش داره میگه آشغال، میگه همتون هم برید میمونه که شهر رو بسازه. منظورشون که اصلا هیچ برنامه ای واسه از ایران رفتن و ترک کشورم و اینا ندارم. در مورد این که گفتش که اجازه خوندن ندارم و اینا، یه ویدیو درست کردم، این که خیلی سوسکی رپ داره تو ایران مجاز میشه و عملا مجاز شده. همین چند روز پیشم دوباره روزنامه هفته صبح عکس رضا پیشرو رو گذاشت که همین عکس جدیدش با علی اوج در حال ضبط ویدیو کلیپ هستن و اصلا خیلی عجیبه. رضا پیشرو آدم منشوری، یا مثلا چند روز پیش دوباره توی یکی از دانشگاه‌ها عکس تتلو رو گذاشته بودم و در مورد استراتژی بازاریابی تتلو جلسه و بحث و اینا بوده. اتفاقات واقعا عجیب داره میافته و به نظر میرسه که به سمت مجاز شدن رپ داریم میریم تو ایران. اینکه شروین این آهنگو داده، فکر نمی کنم شروین انقدر راحت بدون اجازه الان تونسته باشه آهنگ بخونه. نمیخوام قضاوت کنم، شاید هم واقعا این کارو کرده و همون سیستم زیرزمینی خودشو داره ادامه میده، ولی اینجا داره یه جورایی مثلا میگه که مهاجرت کنگله. چقدر موزیک قشنگه. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم هم اینجاست، من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. چی گفت؟ گفت هر جا برم دلم هم اینجاست، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. پسر ایران اول تو ماج صالحی بعد خودت. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم با یه حرفش پسر ایران. راست میگه، مهاجرت اینجوریه که هر جای دنیا هم باشی هنوز دلت توی کشورته. وقتی از ایران اومدیم واقعا قلبمون اونجا گذاشتیم و اومدیم. نه 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 موزیکش قشنگه، چقدر موزیکش قشنگه مرد. حالا الان من ذوق کرده بودم به عشق ما رو در بیاری. دلم تنگ شد برای ایران. تو رو بیل بردا بودی، من تو داستان، تو رو استیج بودی و من تو دادگاه. تو در مورد خواننده هایی میگه که اون موقع سکوت کردن و هیچ صحبتی نکردن و بعد شروع کردن به کنسرت گذاشتن و میگه که تو رو بیلبورد بودی، خواننده های پاپ فقط هم، و من تو داستانم نمیتونه بگه چی، بعد بگه داستان و میگه من تو دادگاه بودم. آخرش هم نفهمیدم نتیجه دادگاهش چی شد. رو گردن گرفت ست آشنا، منو انداختنم سطل آشغال. ما با فکر کنم شاید منظورش مثلا به سیروان خسروی یا به امیر مقاره باشه، یه دیس ریزی انداختش به خواننده های پاپ و فکر کنم منظورش اونا باشن، چون توی جریانایی که برای ایران پیش اومد این دو نفر بیشتر از بقیه اعتراض میکردن، ولی به محض اینکه کنسرت شروع شد خیلی راحت کنسرت گذاشتن و میگه که تو رو گردن گرفتن و برات مثلا پادرمیونی کردن چون خواننده‌ای بودی که تهیه کننده داشتی
درآمد داشته واسه تهیه کننده، حدس می‌زنم دلیلش این باشه ها، و خب نمیخواستن که تو دستگیر بشی و ممنوع فعالیت بشی، ولی من چون کسی رو نداشتم که واسهش درآمدزایی داشته باشم، مثلا من کسی گردن نگرفت. ما با هم فرق داریم، با هم فرق داریم، آره فرق داریم، ولی موندم نشه دستن آشی، موندم نری نگی جازت جایی، من خوبم با تنانی، فقط خواستم حالش هم خوب باشه. درسته که کسی تو رو گردن نگرفت پسر، ولی قبول کن یه ایران گردن گرفتنه، یه ایران دوستت داشتن. اخیرا میگم خیلی بهش بد کردن، خیلی دلش اینو شکستن، ولی هنوز یه ایران دوستت داره. خوبم با تنانی، فقط خواستم حالش هم خوب باشه، اون که فکر میکنه دشمن دوست باشه، اینجا کسی ما رو دوست نداشت، ولی خودم اشغالارم دوست داره. چقدر لیریکسش قشنگه. آهنگای غمگین یا آهنگایی که از شکستگی دل میان چرا انقدر قشنگن؟ خیلی آهنگش قشنگه، اشک آدم رو در میاره. ازم نخوا برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم، پای حرفش پسر ایران. یه چیزی هم بگم، یه مدتی کلن بحث مهاجرت خیلی توی شبکه اجتماعی زیاد شده و چیزای جالبی دارم میبینم. یکیش اینه که عده‌ای خیلی دارن تلاش میکنن که بگن مهاجرت بده، کسی که خودشون الان در خارج از ایران دارن زندگی میکنن و ویدیوهای عجیب و غریبی درست میکنن که انگار یه برنامه و هدفی پشتشه و هی میگن که مهاجرت بده، وای ببینید اینجا ما تو اسپانیا گاز نداریم، باید کپسول گاز برداریم بذاریم رو کولمون، وای اینجا ما تو آلمان نمیدونم آبمون یهو قطع میشه اگر شارژ نکنیم، وای اینجوری گرونی فلانه. و خیلی عجیبه، میبینم که مردم هم در جایی میزن آقا ناراحتی برگرد، چرا غور میزنی، چرا سعی میکنی مهاجرت رو بد نشون بدی. میخوام این واقعیت رو بگم، من از کسی پول میگیرم که تبلیغ مهاجرت بکنم، نه از کسی پول میگیرم که بخوام میگم مهاجرت بده. مهاجرت یه موضوع کاملا شخصی و فردیه که هر شخصی تا خودش تجربه نکنه نمیتونه بگه خوبه نمیتونه بگه بده، و هم خوبه هم بده. ولی ویدیوهایی که به صورت اگزاجره و با اغراق دارن در مورد بدیهای مهاجرت، کپسول گاز، این چرت و پرتا حرف میزنن، نه اونا رو جدی بگیرید، نه اونایی که میان میگن که وای خیلی خوب و اینا. خیلی به من میگین که در اون مهاجرت ویدیو درست کن، شاید این کار کردم، ولی احساس میکنم که یه موجی جدیدن رو افتاده که جوانای ایرانی از مهاجرت پشیمون بکنه. حالا نمیخوام بگم که این آهنگم در راستای اون موجه ها، ولی میخوام بگم که حرف هیچ کس رو کاملا قبول نکنید، خودتون واسه خودتون تصمیم بگیرید، یا مهاجرت کنید و به این نتیجه برسید که خب خیلی باید سوخت بدید در این صورت، یا اینکه اول بشینید پای حرف همه کسایی که هم راضین هم ناراضین بعد تصمیم بگیرید. ولی واقعا هر جا هم بری مهاجرت هم میکنی، هر چقدر هم راضی بشی، باز ته دلت توی ایرانه. ازم نخو برم این خاک، هر جا برم دلم همینجاست، من سر قولم هستم، پای حرفش پسر ایران. خیلی قشنگ بود و دلم برای ایران واقعا تنگ شد، واقعا دلم برای ایران تنگ شد بشنیدن آهنگ. یاد تهران افتادم، یاد همون هوای آلوده تهران، یاد دوستام، یاد خونه، یاد همه چیزایی که اونجا گذاشتم و اومدم. امیدوارم چه مهاجرت میکنید براتون خیلی خوب باشه، ازش راضی باشه، و اگرم مهاجرت نمیکنید یا نمیتونید بکنین، قصه نخورید، حداقل به هدفتون توی ایران ادامه بدید. براتون بهترین ها رو میخوام و برای شروین، و یه خواهش دارم موج سوار نباشیم. مرسی که با من این آهنگ رو شنیدین. قلبتون خدافظ.